بودی خط باشید، هیچ خلال تو نمیرسونم. تلفن رو خاموش کنید، تلفنتون رو خاموش کنید. بچه جان تلفن تو خاموش کن. مولی خان باشه، هیچ خلال ما نمیرسون، وجود من توزه. ما اول گفتیم که هفت چیز ما به شما را تبابت میکنن. وقتی که شما با کفی دست نگاه میکنید، آدم وقتی با کفی دست نگاه میکند بسیار چیزها را میفهمد. میفهمد که من تقدیر داشتم، من تقدیرم را دیده استودم. و اگر آدم با هنر و با کسب و با کار و با مهارتش، با فعالیت هر روزش تواند که بعضی گنهای خفته رو بیدار کند، به سبب زیاد شدن رزقش یا که راحت‌تر شدن زندگیش یا که خوشبخت بودن و خوشبخت شدنش شوند، ولی در عموم تقدیری که ما اون رو قضا و قدر میگوییم عوض نمیشود. ما میتونیم نصیبمون رو زیاد کنیم، میتونیم قسمتمون رو در گروهی باشیم که خوبتر و باقوتر هستن دیگر کنیم، ولی قضا و قدر از کیهان است، از شعور کائنات است. برای همین ما فقط به نقشه زدن در زیر شعور خود و اون نقشه را به کیهان پرتافتن، یعنی که شاید توجیکای ما میگن دعا کردن، آن وقت ما میتوانیم که قضا و قدر خود مونم به سمت خوشبختی، به سمت دلخواه بریم. برای ما دامان خدا را خبیدن نمیتوانیم، تو کردی پس عیب من چی؟ انسان امکانات انتخاب دارد. شما یا خوشبختی یا بدبختی را انتخاب میکنید و این انتخاب معین میکند بسیار سمتهای زندگی شما را. پس ما و شما امروز خوشبختی را انتخاب میکنیم. خوشبختی یکی که ما و شما در تگ دل و در عقلمون و در پیش عقلمون در بالا اخلمان میخواهیم. پس چشمان خود را با عباره من از تقدیر راضی هستم بپوشید. این عباره بسیار بزرگ است. راضی بودن ما و شما به تقدیری که ما و شما را انتظار است، آن راهی که ما میرویم، پس ما اون راه انتخاب میکنیم. این راه راه صحتی است، راه سالمی است، راهی که نعمت خدا در آن زیاد است. برای من آرام میشویم، البته پناه به سوی خدا میطلبیم. با نام خدای بخشنده و مهربان سر میکنیم، به نیت شفا میشینیم و خود رو در بین معنی سر گرفته آرام میشویم. حمد و ثنا خدای راست که پروردگار عالمیان است، شفاکار و شفا دهنده است، صاحب سلامتی است و هر کی آن را بخواهد می دهد و از هر کی بخواهد آن را می گیرد. و البته وابسته از آن است که ما سلامتی را چخیل می خواهیم. ما سخت و به اصرار و یک ذوق و با یک شوق میخواهیم که صحت باشه. این رو در قلب خود پرورش میکنیم و سالمی رو ما همچون یک حالتی خیلی خوب، حالتی موفقیت، حالتی خوشبختی میحسابیم. ما اون رو ما میگیریم انشای خدا و ما تو رو ای خدا میپرستیم و از تو سلامتی طلب میکنیم و ما راه راستی رو بیتی که در آن سلامتی است، در آن شفا است، در آن خوشبختی است. ما را نگه دار از آن راهی که
در آن تبابت میکنند ولی راهگمانند. تبابت میکنند و سبب غضب تو شده است. همان خداوند شنوا و بینایی، مهربانترینی مهربانانی. از داده شوید به آن حالتی که شما را فرا میگیرد، حالت از حالت آرامی، حالت از حالت مخصوصی معنی سر. بدن خود را حس کنید. از تاری سر تا نوگی پای بدن خود را حس کنید. این دارایی شما است. این تحفه بهترینی خداوند رحمان است که به ما و شما این بدن را با واسطه پدر و مادر داده است. انا برای همین ما پدر و مادر را احترام میکنیم و فرض خداست و هم سنت رسول خداست که فرموده است و هم واجب است بر ما و شما و هم مستحبات است و هم سخنانی است که پیشوای ملت ما در این باره هر زمان تأیید میکنند. البته اگر پدر و مادر زنده نباشند، از بعضی ها یک توش هست یک توش نیست، مناسبتتون را درست کنید، دعای آنها را بگیرید و اگر نباشند به نزدیکان خود، به کسانی که قرابیت خیشی نزدیک داشتن یا با پدر یا با مادر یا که دوستان پدر و مادر را نیکی کنید، مهربانی کنید. البته آنها یا با پدر یا با مادر شما رحمت می‌فرستند و هیچ وقت نالت نکنید. لعنت در نزد خداوند مانند یک بیوبدی است. از داده شوید به آن حالتی که شما را فرا میگیرد، حالتی است که ما و شما به آن وارد میشویم و بدن خود را دوست میداریم. بدن خود را دوست دارید. در بدن ماننده که باغ یا که پالیز شما یا که زمینی که در آن کشت و کار میکنید و بی آب هیچ کار بود نمیشود و آب میدید و حاصل میگیرید، همین طور در بدن گردش خون است. حس کنید گردش خون را. گردش خون سبب برهم خوردن دردها، سوزش ها و بسیار چیزهایی که شما را ناراحت میکرد میشود و این روز تا روز سبب بهتر، خوبتر و نخستر شدن شما میگردد. بدن شما روز تا روز خود را صحت و سالم حس کردن میگیرد، چون که از گردش خون بسیار چیزها وابسته است. غذا میبرد، هوا میبرد، تازه میکند، عضوهای سست را قوت میدهد، جاهای سست بدن را قوت میدهد، قوه زیادتی را از دیگر جاها گرفته برابر عدالت را در بدن پهن می کند و این سبب صحتی ما و شما می شود انشای خدا. پس حس کنید گردش خون خود را که در بدن گردش می خورد. این یک خون است سوپ سرخ، یک خون است که پتنتی آن در دست خداوند است و تا حال علم نتوانسته است که مانند خون یک مایه بسازد. و ما البته می دانیم که خون را جان هم می گوید، چون که در بدن گردش می خورد و سبب زنده بودن ما و شما و سبب صحت بودن ما و شما می گردد و آن با قوت دل است. قوت دل خود را حس کنید. دل آرامانه و با قوت کار می کند. دل آرامانه و با قوت کار می کند. فراموش نسازید که دل دروازه باوری هست و دروازه‌بان دل مهر و محبت هستند. مهر را در سر دل خود پرورش کنید.
کی را شما دوست می‌دارید در زندگی پیش نظر برید؟ دوست می‌داشتید. اگر نباشد دل سنگین است، پس دل را ملایم کنید. چون که سنگ‌هایی که در کوه ها هستند از آنها می‌تواند آب جاری شود. ولی بعضاً از دلی آدمیزاد چنان سنگ است که چیزی بیرون نمی شود. پس آب کننده، شدگار کننده دل ما و شما مهر و محبت است. کینه ها از دل می براید. ما حس می کنیم که یک مهری عجیبی را در دل خود پرورش داریم. آن را کوچی می کنیم. ما اول پیش نظر می آریم کسی را که دوست می داریم. یا که می داشتیم آن محبت را به خاطر بیارید. یا که کودکان خورده که در خانواده شما هستند، در آیله شما هستند. چرا کودک را دوست می دارند؟ چون که هنوز قلب او آلایش نگرفته است. برای همین می گویند این انسان قلبش مانند کودک است. یعنی که یگان چیزی در او آلوده نیست. پس ما و شما همچنین قلب را باید صاحب شویم. اگر شما یاد داشته باشید زمانی که با مهر بودید، اگر شما یاد داشته باشید وقتی که دوست داشته بودید، آن را هم می توانید به یاد بیارید. دوستان عزیز، آن را هم به یاد بیارید. به یاد بیارید که شما چطور دوست می داشتید یا دوست می دارید. و این محبت سببی نرم شدن قلب شما، دل شما می شود. و دل می گذارد که نوری باوری به با آن وارد شود و به قلب برود. آدم روح است. روح انسان بدن دارد که پوشیده شده است. یا که روح انسان در درون بدن هست می گویند. دمیده شده است. قلب ما و شما چیزی متریالی دارد. یعنی یک مادیاتی که در آن ظهور میکند این دل است. دلی که حالا در سینه شما کار کرده ایستاده است. با قوت. با یک نظم معین. پر از مهر، محبت و باوری. اگر دل شما افتاده باشد، بیجا شده باشد، آن را جابجا کنید. روح آن را حس کنید. و بچسبانید آن را ماننده که سوختار خاموش کنندگان وقتی به گجایی می روند سوختار را برای خاموش کردن همان شلنگ هایی که آب را باید پاش بدهند و یک دیگر با آسانی پیوست می کنند. همین طور راه روحی قلب ما و شما که با دل هست در دل پیوست می شود. و دل با قوت کار کرده خون را در بدن پهن میکند. شما گردش خون را تا نوگ انگشتان رفته رسیدنش حس میکنید. دل آرام میشود و مانند عقربه که ثانیه سنج ساعت کار میکند. و بدانید که دل ما و شما در هر کار کنیش الحمدلله میگه. الحمدلله. و با همین نظم دل خود را راست کنید. داده شوید به حالتی که شما را فرا می‌گیرد. حالتی است، حالتی آرامی. حالتی است که شما ما را نغز گوش می‌کنید. حالتی است که شما به دنیای باطنی خود وارد می‌شوید و تازه می‌کنید خود و دل خود را روشن می‌کنید. و وقت خود را خوش میکنید و دردهای خود را نیست میکنید و همین طور از این رو سر کرده دل شما با قوت، آرامانه، با مهر و محبت، با باوری کار کرده خون را در بدن گردیش میدهد و زمینی که آبش درست است، حاصلش نغز است. این شای خود. و دلی که آرامانه و با قوت کار میکند حاصلش سلامتی است. شما بدن سالم میگیرید، وقتی خوش میگیرید، به درد می شوید. بدن شما روزانه به قوت و شب به راحت خواب می کند و خوابهایی می بینید که در آن خوابها به شما خبر خوش می آید. خواب نعمتی
بهترین است که به ما و شما تحفه شده است. خواب را مردم ما از کوه وزمینتر و از اصل شیرینتر میگویند. و چون شب میشود، وقتی که شما میخواهید خواب کنید، خواب میآید. خواب فرشته است که آن را در علم میگویند یک داروی هست که ملتنین نام دارد و در پیشانه مینه سر حاصل میشود. و چون حاصل که شد، ما و شما را چشمانمان میپوشند و ما میخواهیم که خواب براحت رویم و شما به خواب تیار میشوید، سکوت را یاد میکنید و آنچه که میدونید برای خواب میخوانید و خواهش میکنید که معنی سر شما به این یا آن سوالهایتون جواب بدهد، خودش را صحت کند، سالم گرداند و روز تا روز شما بهتر و خوبتر شدن گیرید و خبرهای خوش بگیرید به واسطه خواب، که خواب بینی دروازه است و یکی از عالمهای 18,000 عالم آفریده خداوند. از داده شوید به آن حالتی که شما همه وقت خوابهای خوب، خبرهای خوش میگیرید. در ملت ما چنین است، حتی خوابهای خاص خود را میبینند. چون رسول اکرم را خواب میبینند، خبر خوش است. چون فرشتگان را به این یا آن شکل خواب میبینند، خبر خوش است. و اگر عدالت بخواهند، پیشوای ملت را، پادشاه را خواب میبینند. و اگر که طلبات خواهی داشته باشند در باطن خود، آنها را خواب میبینند که اجرا شده استودند. و معنی سر در این سمت بسیار کارهایی میکنند. ما از خوابهای شما بسیار چیزهای شما را میفهمیم، عالم باطنی خوش شما را میفهمیم. ولی بدانید و آگاه باشید که امروز ما و شما مجراب شدیم به خوابهای خوب، به خوابهای نقص. ما همه وقت از زندگی چیزی خوب به انتظار هستیم. دولا شاید ما حالتی خواه جاذبه زمین هم از سیاهی و از زمین را از بدن ما میگیرد. ما همه وقت به زمین پیوست هستیم و یک نوری که به چشم نمی نماید و اون رو قوه گراویتاسیونی میگوین، جاذبه زمین میگوین. و این قوه از بدن ما گذشته، همه سیاهی و زمینی، درد، ناراحتی ما داشته میریزد. بدن ما تازه میشود، روشن میشود، سری دل کشاده، شکم آرام و صبر، پای دست به درد و قوت، عصب تازه و فکرها خوب. آن فکرهایی که پیش ما رو ناراحت میکردن در نظرتان ناچیز میشن. و آن احساسات هایی که پیش شما داشتید، شما آنها را با آسانی از خود دور میکنید و مهر، باوری، دلیری و البته آینده سازی دارید. قوای عجیبی دیگری از آسمان میاد که این از دل آفتاب است. قوای الکترومغناطیسی او از ما میگذرد. گرمی و خنکی در ما برابر میشود و روز تا روز ما و شما بهتر شده. بیماری های خنکی برهم میخورند. بیماری های گرمی معتدل میشوند. گرمی زیادتی که پیش حس میکردید در قسم پایانی بدن پهن شده، قسم خنکی آن در قسم بالایی پهن شده، معتدلیت برقرار می شود. چون که ما از کف پای از زمین نور می گیریم و آن به آفتاب می رود. ما از تار سر به دمغازه به زمین نور می گیریم می رود و آن به قهر زمین می رود که از دل آفتاب می آید. مانند درختی که به درون خود آب و خاک می جبد و برگ ها می برد و به تگ پوست با کمبی از برگ ها کرخمل و دیگر ماده های غذایی را به ریشه می برد. بدن ما وگیتاتیوی یعنی رستنگی است. بدن ما امروز به احساس و به ترس و فکرهای ما دیگر داده نشده، خودش را صحت کردن می گیرد. این قوت را دارد. داروهای بدن حاصل می شوند. رگنراسیون یعنی برخلاف سازی سر می شود. ابنولینی از نوکنی بدن سر می شود و ایمونیتیت خواهی مسئولیت ما، فرشته سالم ما امروز کار کرده، بسیار کمبودی های بدن رو برطرف می کند. برای این فقط یک کلید است، باوری. و باوری در دانش است که ما شما را دانش می دیم و این چیزهایی نیستند که بیهوده گفته می شوند. اینها چیزهایی هستند که علمان اساس دارند و شما این چیزها را حس کنید، بفهمید و درک. نور عجیبی از بدن می گذارد، چه نوری از دل آفتاب و چه نوری به قعر زمین می رود و چه نوری از قعر زمین به کف پای
به طور سر به آفتاب می رود و ما در عموم باز به قوای دیگری پیوست هستیم که اون رو قوای الکترومغناطیسی کیهان می گویند و این قوا رو ما در علم خود نور محمدی می گوییم. در خیتایی ها اون رو چی می گویند؟ در امیسا آد، در روس ها سویتای دوخ، در تاجیک ها جانان، در عرب ها روح القدس. و شما این نور رو امروز بگیرید و خود را با کیهان پیوست کنید. شمال کیهان اکنون از بدن ما می گذرد و همه بیماری و ناراحتی را می برد، راه های روحی را می کشاید. سر دل ما روشن است وقتی ما و شما خوش است و ما یک ذره ای را در باطن خود حس می کنیم. که اگر نفس می گیریم بدن سبک و بیوزن شده، گویی یک داروی به حس کننده خورده باشیم و وزمینی ها از بدن دور می شوند. بدن ما و شما سبک و هر نفس گیری و نفس براری تازه شوی و سبکی است، آرامی است. این ذرچه ذرچه است که ما از شعور کیهان گرفته ایم. برای همین انسان از دیگر مخلوقات بالاتر است، چون که این ذره خداوندی را دارد در خود و آن ذره شعور نام دارد. این چیزی که ما و شما گپ میزنیم و یک دیگر را میفهمیم هوش است. از داده شدید ما حالتی که شما را فرا میگیرد و ما داریم هفت تقدیر. یکی تقدیری بدن است که برنامه ریزی شده است از طرف پدر و مادر و در چهار ماهگی از طرف فرشتگان در بطن مادر ریخته می شود. یکی برنامه احساسی داریم که این را عائله به ما می دهد. در آن گروه ما کلان شده ایم و در برنامه ریزی بدن امروز در این سکوت بیدار می شوند. گن های صحت کننده، قوت دهنده، پرزور کننده، ناترس، دلیری، بیدردی و خوشی، عمر درازی و گنی که احساسی را جواب می دهد امروز بیدار می شود از مهر محبت. هر آیله ما را یا ترسانچک می کند، یا که ما را باوریناک می کند، یا که ما را ایرادمند می کند، یا ما را به مهر می کند. مردم ما، ملت ما در آیله های خود مهر و محبت دارند. و چیزهای دیگر هم بیدار می شوند. و ما برنامه داریم، برنامه عقلی، که این برنامه رو معلمان می ریزند. ما برنامه فرهنگی داریم که دین ما و آن آداب ملی ما در سر و در شعور ما می ریزند. ما برنامه اجتماعی داریم که از طرف جامعه، از طرف دولت برنامه ریزی می شود، قانون های هستند. ما برنامه طبیعی داریم که مکان، جغرافیا ما می ریزند و ما و شما و ما آن را از آفتاب و زمین و آب و خاک می گیریم و ما برنامه داریم که از جانب خداوند است و شعور کیهان است. امروز هفته تقدیر ما فعال می شود. خوشمندی، سعادتمندی، بهبودی، صحتی، سالمی در ما و شما بیدار شدن می گیرد. ما حس می کنیم که ساعت به ساعت، روز تا روز بهتر و خوبتر شدن می گیریم. ما حس می کنیم که سلامتی ما و شما رو با بهبودی می گذارد. اکنون در پیش نظر بیارید آنچه که می خواهید. صحتی را، سالمی را، خوشبختی را پیش نظر بیارید. آنچه که شما میخواهید و البته صحتی بخواهید. زندگی خوب را تمنا کنید. آن را ببینید. حس کنید آن را. با آن را
در زبان دل خود بعدی که ما وربالیزاسیه میکنیم بگویید. یه نوری عجیبی از بدن میگذرد. ما با طبیعت هماهنگیم. ما از کسی خفه نیستیم. بخشیدیم تا بخشیده شویم. مهر داریم، محبت داریم، باوری داریم، امید داریم. نترس و دلیریم. رعایت کننده قانون هاییم. وطن خود را دوست میداریم. با مردم مهربانیم. و در زندگی فعال، غیرتمند. سیعتی رو هر روز میبینیم و جمع میکنیم و زم میکنیم و روز تا روز بهتر و خوبتر شدن میگیریم انشای خدا. سبک روشندم گرفته، خورسند، خوشوقت، آزاد. با خواب نغز شب، با اون که بعد شام سکوت رو تکرار میکنید، ما شما رو فکر میکنیم، شما حس میکنید نور رو، گذشتن نور تازه شوی رو، صحتی رو زم میکنید. مردم حتی میگن شما دیگرگون شده اید. مشکلی های پیش بود در نظرتون آسان میشن. غم ها میرند و راحتی ها شما رو ترک کردن. باوری، خرسندی، دایم انتظاری کار خوب هستیم. هر سکمه ایده چوده ما رو پیش نراحت میگرد در نظر ناچیز میشه. و بهترین واسطه ای است که تبابت میکنیم و به منزل سلامتی میرسیم. با وقت خوش و دل خرسند، دنیای زیبا و رنگین، مردم مهربان، زندگی آسان، آهسته آهسته چشمان خود رو میکشاییم. سبک، روشن، رنگ گرفته.